وجود من خدمت شما عزیزان هممیهنان محترم خدمت یکایک شما من در اینجا از همه شما تشکر میکنم به خاطری که در صورت وقتی گرانبهای خودتون میذارید و میشینید برنامه هایی که در تلویزیون مردم یا هر تلویزیون دیگه ای که مورد علاقتون هست نگاه میکنید خب یه جای تشکر داره چون میتونستید به جایی که بچینید و برنامه دلخواه خودتون رو نگاه بکنید برید دنبال مشکلات زندگی خودتون برید مسافرت برید راه برید چون در صورت وقت برای انسان ها مخصوصا در این مملکت خیلی گرانبهاست میگن وقت طلاست اینه در اینجا از هر ساعتی هر کسی میتونه پول در بیاره ولی با وجود این از تمام این مسائل میگذارید و میشونید برنامه چرازنین برنامه آقای سربی برنامه های دیگه برنامه آقای میبودی برنامه آقای شهرامرمانی یا هر کسی دیگر رو نگاه میکنید این واقعا جای تشکر داره و باید اونا از شما تشکر کنن مثل من که از شما تشکر میکنم شما وقتی که تصمیم میگید برید دانشگاه و یک رشته ای رو برای خودتون انتخاب کردید میخواید بشید مهندس خب اول تصمیم میگیرید که در چی رشته ای مهندسیتون رو بگیرید چون رشته ها مختلف داره مهندس برق مهندس مکانیک مهندس الکترونیک مهندس کشاورزی مهندس صنعتی یکی از اون رو انتخاب میکنید ولی وقتی از دانشگاه میاد بیرون به شما میگن آقای مهندس هر جا میرید میگن آقای مهندس مخصوصا تو فامیل ولی موقعی که در یک جای انتخاب استخدام میشید شما دیگه نمیتونید توی اگر مهندسی مکانیک هستید تو مهندسی کشاورزی دخالت کنید تو همون رشته تو همون تخصصی که دارید شما رو استخدام میکنن رو همون هم باید کار کنید و بهتون حقوق میدن حالا اومدید شما نمیخواید مهندس بشید میخواید برید دکتر بشید خب دکتر هم که رشته های خیلی زیادی داره دکتر قلب دکتر سرطان دکتر عمومی داخلی زایمان زنان و رشته های مختلف ولی شما که میاد بیرون مثل همون مهندس به شما میگن آقای دکتر ولی موقعی که یه جایی مطب باز کردید دیگه نمیتونید اگه دکتر مثلا زنان هستید بگید بنویسید متخصص در مسائل سرطان مخصوصا توی این مملکت حالا اصلا میخواید برید روزنامه نگار بشید غیر خودمون ژورنالیست بشید خب ژورنالیست بودن هم مثل همین دکتر مهندس رشته های مختلفی داره شما میخواید ژورنالیست بشید در چه قسمتی؟ ژورنالیست اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هنری یکی از اینا رو انتخاب میکنید ببینید در همین آمریکا که چندین سال دیگه مسلماً همه ما دیدیم و اطلاعاتی داریم وقتی یک شخصی توی تلویزیون مثل اوباما، کلینتون، بوش در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت میکنه اگر مسائل در اون مصاحبه میخواد مسائل مثلا منطقی یا سیاسی رو مطرح کنه خبرنگاری که از طرف تلویزیون ها از طرف کمپانی ها انتخاب میشن خبرنگاری هست که تخصصی در همون رشته دارن که بتونن وقتی که آقای اوباما یا آقای بوش یا هر کسی دیگه جواب سوال دار رو سوال اونها دوباره جواب بکنن معلومات داشته باشن یا مسائل اجتماعی رو میخواد مطرح کنه شما در هیچ مصاحبه‌ای که روزنامه‌نگاران یا ژورنالیست ها هستن اگر مثلا مسائل اقتصادی بشه یا سیاسی بشه شما خبرنگار ورزشی رو اونجا نمیبینید و خبرنگار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هنری هم در قسمت ورزشی نمیبینید شما قسمت فوتبال آمریکا یا بیسبال یا بسکتبال هر ورزشی که دوست دارید نگاه کنید کسایی دارن برای شما تفسیر میکنن که واردن اسم
ورزشکارا رو میدونن، تاریخچه ورزشکار رو میدونن، ولی آقا رو اگه بذارید تو قسمت اقتصادی که چیزی نمیدونه، باعث آبروریزی و کمپانی و تلویزیون هم میشه. هر کسی جای خودش رو مشخص کرده غیر از ما. در همین لس آنجلس که اینقدر روزنامه و تلویزیون و چه میدونم رادیو وجود داره، برید بپرسید. من خودم قبلا هم پرسیدم که آقا شما بیاین نشون بدید مدارکتونه که ببینیم شما در همین رشته تقریبا نوتشو خوندید، برید چند نفر انگشت شمار. ولی چی شده؟ از این آزادی که در این مملکت آزادی بیان، آزادی مذهب وجود داره، مثلا آزادی بیان، چیکار کردیم؟ به نفع خودمون داریم استفاده میکنیم. هر کسی که شغل دیگه ای رو نتونسته انجام بده، اومده چیکار کرده؟ شده جزو تلویزیون دارا. یک کسای واقعا در اینجا تلویزیون زدن تو همین لس آنجلس، مخصوصا اون زمانی که تلویزیون محلی بود، یارو چی داشت؟ ماشین کریه میده اتوبوس به نام میهن تور. این میرفت مبر لاس وگاس و این برو بر. این برای خودش اینجا تلویزیون زد. یا یک نفر دیگه که دوست خود من هست ها، اینو میشناسم سالهای، به نام سیاوش. این یک رستوران داشت توی لس آنجلس به نام میامی، رستوران میامی. این تلویزیون زد و دیگران هم همینطور. همین کسی که الان تلویزیون دارن، چند نفرش تخصصی کاری دارن؟ شاید گفتم به اندازه شاید انگشتان دستم نمیرسه. آقا در ایران توی دانشگاه بوده، رشته هنر یه قسمتی داشت به نام هنرهای زیبایی، هنر درس داد. تازه اون قسمت هم رفته بود استخدام، اینو بردمونش توی دانشگاه، بهش بورس دانشگاهی دادم به خاطری که اینو مأمور کرده بودن. البته جزء سواک نبود، ولی بهش گفتم آدم ما طوری می‌ذاریم قسمت این هنر و تو فقط یه اطلاعاتی از این دانشجویی که حساب گاه وقتا مسائل مطرح میکنن که برخلاف سیستمه، به ما اطلاع بده. کارشو نداریم، فقط بدونیم کیا هستن. و دانشگاهم تموم نکرد، انقلاب شد اومد آمریکا. بعد رفت دنبال شعر گفتن، ترانه گفتن. بعد از مدتی آقا روزنامه زد. اصلا الفبای روزنامه رو نمیدونست، ولی روزنامه زد. یک دهی هم که یک مقدار تجربه داشتن به خاطر که بیکار نباشن، خانه نشین نباشن، دیپریشن گرن، آمدن باش همکاری کردن. یا یه آقای دیگه مجله زد تو همین روزنامه به نام مجله تهران. یعنی واقعا بگم اصلا سواد نداره. ولی هفته من میرم به کیم میرم، هفته 50 60 را میرم به یک نفری که روزنامه نگار بود، فوق لیسانس یک کار داشت، بریش سرمقاله مینویش. و یک عده ای هم از همین دوستانی که خودشونو ژورنالیست میدونن، به عنوان سردبیر، به عنوان مقاله نویس، برای که بیکار نباشن و به دوستاشون نشون بدن که آقا ما ببینین ما تو فلان مجله، رفتن توی این مجله همکاری کردن و به این صاحب این مجله که واقعا نالجی کار نداشت بهش کردیت دادن. آقای شهرمامویی مدر سردبیرش بود، آقای علیزاده، آقای حبشی، اینا یه مدر سردبی بودن و مقاله می نوشتن. و آخر چیکار کرد؟ چون این آدم سواد داره، همه اینا رو بیرون کرد. وادیم به قبقب انداخت که بله آقا دیدیم، اینا رو بیرونشون کردم. بعد میگیم چرا آقا ما رسانه هامون مورد بی اعتباری و بی احترامی جامعه هست، کسی رو ما حساب نمی کنه. برای که از روز اول قدم اشتباه برداشتیم. آقا یارو عطر می فروخت، عطر. اسمش هم فامیلیش هم فکر کنم فامیلیش رو میدونم خطیبی بود، ولی معذرم اسم کوچیک یادم نیست. نمیگم با این آقای پرویز خطیبی، نه ها، فامیلیش خطیبی بود. این عطر می فروخت، ما تلویزیون زد. وقت چی؟ تنیس یاد میداد. خودش اصلا کاره نبود ولی تنیس یاد میداد. حالا مثلا رفته بود دو تا راکت زده. وقت خیلی جالب بود که به این اشخاص هم آگهی هم میدادن که رو پاش ببینه. و من فکر کنم یک دستایی در پشت پرده بود که آدم ها رو میفرست جلو که
اون اعتباری که در اصل بعضی از تلویزیون‌ها داشتن دیگه، بعد از رادیوها داشتن، اون اعتبار رو در برابر چشم جامعه کم کنید. ببینید شما، یه بار دیگه هم گفتم توی یکی از برنامه هم، شما یه لیوان آب خالص رو بذارید جلو، زلال، آب بطری، ولی یک دونه یک کاه بندازید توش، بعد از مدتی می‌بینید اون آب یه قسمتی زرد شد، پس اون آب دیگه خالص نیست. توی رسانه ها ماییم همینطور بود، یک عده آمدن باعث بی آبرو، بی اعتباری جامعه رسانه های لس آنجلس شدن. در سال یه عدهشون یک تجربه داشتن در ایران، نمونهش نمیخوام فکر کنید که میخوام هندوانه زیر بغل طرف بدم، آقای زکایی مجله جوانان داره، کاری هم به سیاست نداره، اونجا خودش، ولی مجلهش امروز یه اعتبار جامعه ایرانی داره. خیلی ها آدم های روشنفکر در صد نویسنده که مشخصا تو جامعه ما توش مقاله می نویسن، ایشون در ایران خبرنگار به قول خودمون ژورنالیست مجله جوانان بوده، تجربه این کار داره، ولی خیلی ها ندارن. هر کسی رسید سالنامه زد، ماهنامه زد، تلویزیون باز کرد نیم ساعته. حالا واقعا بگم بعضیشون شاید پول نداشته باشن، اگه میومدن ادعا داشتن تلویزیون 24 ساعته میزدن. آقای نادر بی خودی که تلویزیون امید ایران زده، اصلا من فکر میکنم حتی دیپلم داشته باشه. فقط میدونم که وقتی اومد اینجا، اونم گفتم از دوربر شنیدم از خیلی کسا، اونه که این خوب میشناختن از اون اول، این مثل که یک سه ماه رفته یکی از این دانشگاه هایی که دو ساله توی اورنج کانتی، اونم بعد از مدت فهمید این گرین کارت نداره، بیرونش کردن. خب این آقا میاد میشینه جلو تلویزیون ادعای فضل میکنه، خودش تا حالا دو دفعه ازدواج کرده و باعث طلاق شده. ما همیشه یک بر سکر نگاه میکنیم، دو بر سکر نگاه میکنیم، جلوی همه همکاری تو تلویزیون خودش سیلی زد تو صورت زنش، بعد این میاد میشینه درباره ازدواج و طلاق اینا صحبت میکنه، مثل اینکه آلوده به مواد مخدر باشه یا الکلیست باشه. موقعی که سر حال هست بیا میشینه تلویزیون درباره مضرات الکل و دراگ صحبت کنه. هیچ قوانینی، درسته که ما در این مملکت هستیم، هیچ کس هم بر ما نظارت نمی کنه، ولی خودمون باید اقلا یک قوانینی بین خودمون به وجود بیاریم، فلانی رو بایکوتش کنیم، آگهی بش ندیم، چون داره جامعه رو، فکر جامعه رو مسموم می کنه. آخه توی ببینید تو هر جامعه که تو آمریکا دارن زندگی می‌کنن، مهاجرینی که در سراغ کمیونیتی‌های مختلف هستن، ببینید تو جامعه اونا، تو افغانی‌ها، تو هندی‌ها، تو مکزیکی‌ها، تو هر کسی که مثل ما مهاجرن، ببینید چند تا تلویزیون دارن. هیچ مهاجری به اندازه ما ایرانی‌ها تو جامعه‌اش اینقدر تلویزیون و رسانه نداره، از روزنامه گرفته، مجله گرفته، رادیو گرفته، تلویزیون که دیگه قربونش برم، همه می‌خوان تصویرش رو همه ببینن. بابا وقتی شما جلو تلویزیون میشینی و میخوای به مردم آگاهی بدی، باید مطالعه کنی. من روز اول گفتم، بازم جاد به شما میگم، من نه معلم انشا هستم، نه معلم ادبیات هستم که بیام برای شما ادبیات بگم، نه انشا مینویسم که از روی انشام بخونم. من از روز اول گفتم آقا من افشاگری میکنم، من برنامه‌ام به کسی نمیخوام معلومات سیاسی بدم، اقتصادی بدم، هنری بدم، چون در اون سطح نیستم که بخوام به یک نفر رو راهنماییش کنم در باره مسائل سیاسی. ولی اون چیزایی که خودم در صورت تو جامعه میبینم و به جامعه لطمه میزنه، اونا رو میام با شما مطرح میکنم که تلویزیون دیگه نمیکنن، یعنی جرأتش ندارن. این چرا؟
برای که قوانین اینجا رو نمیدونن. اینا فکر میکنن که مثلا اگه بیان تو تلویزیون درباره یک نفر انتقادی بکنن فردا یارو میره سوش میکنه. من خودم 8 دفعه حالا پیداش میکنم بیارم بهتون شد. من 8 دفعه مورد سو قرار گرفتم. همایون و شانجا، آقای مروتی، شهره، بلکت، شبخیز و دیگه شبخیز و حالا یه چند نفر دیگه. من وقتی جلو تلویزیون میشینم دقیقا میدونم چی دارم میگم که مورد سو قرار نگیرم. آخه بابا همچی هم نیست که شما همش اینجا که ایران نیست که رو هر کلمت نمیتونی حرف بزنی. من مسائل مطرح میکنم که اینا سو میکنن، سو شدن چجوری بود، فکر میکنه چجوری بود. مثلا میرفتن $100 میدارن به یک وکیل، یک نامه بفرست که این بترسه. مثلا جواب نامه رو نمیدونم. نامه میومد برم آقای نادری جان شما اگه فلان میگم من اصلا جواب نمیدم، برای که میدونم سمینای از این جلوتر نمیرن، چون میدونم اینا اولا خرج بهشون، اینا باید مسائلی که من گفتم اینا رو ترجمه کنن. چون تو تلویزیون گفتم هر موقع درباره هر کسی صحبت میکنم و اون طرف این برنامه رو ندیده به خود من زنگ بزنه، من یه کپی واسش میفرستم. آره میفرستم، چون این مسائل باید ترجمه بشه. خب باید بریم دادگاه دیگه، چون اون وکیل باید بگیره، من میام دادگاه. وقتی جاج این ترجمه رو میخونه میگه که چیز نگفتی، ولی اون شخص افکارش هنوز تو افکار ایران دیگه، با اون سیستم با اون سانسور بزرگ شده. آقا خیلی مسئله باید توی تلویزیون مطرح کرد. بعضی ها رو دیدم دیگه، امروز یه حرف زدن، فردا یه جور دیگه حرف زدن، 180 درجه عوض شدن. من یه روز اصلا فیلم میگیرم از آرشیوم به شما نشون میدم، ببینید من چقدر آرشیو دارم، چقدر چیزها رو جمع کردم. من باور کنید یک چیزایی دارم که خود اون طرف هست و نمیدونه که من همچی چیز ازش دارم. نمیخوام بگم آتو گرفتم، نه باجگیرم، نه به کسی تو حالا باج دادم، نه کسی رو خواستم به قول ترونا بلک میلش کنم، اصلا توی چیز نیستم. ولی نگه داشتم که به مردم نشون بدم که آقا روی این شخص زیاد حساب نکنید، فرصت طلبه. یکی از بدبختی ما ایرانی همین فرصت طلبی مونه دیگه. من اگر در هفته گذشته فکر کنم بود که گفتم یک شخصی در اینجا به خاطری که فراد کرده بود، 530 فقره فراد کرده بود که انداختن زندان، درباره صحبت کردم، اسمش نبردم، چون گذشته دیگه. و وقتی هم رفت محکوم شد به 10 سال، رفتم اون نامرم ازش گرفتم از کورت، ولی به علت همکاری کردن سیما. این مدارکشه، این ببینید، این مدارکشه، اینو مدارک کپی هم گرفتم که اگه روزی گم کردم این داشته باشم. ولی اینا نمیرن دنبالش. آقا این آقا این کار خلافی کرده، در هر مقامی اصلا هست. آقا نخست وزیر مملکتم، ما آمدیم توی یک مملکتی که در سال آزادی دیم دم از دموکراسی میزنیم. خب دموکراسی یکی که آقا هر شخصیتی در هر زمانی در هر موقعیتی که هست خلافی که قانون شکری کرد باید تو تلویزیون کجا باید گفته بشه؟ بریم توی چونم وسورد بگیم، باید تو تلویزیون گفته بشه که هم اون طرف تنبیه شده باشه، هم دیگران نکنن. ما همش سرپوش میذاریم روی خلافکاری های دیگران، حتی روی خلافکاری خودمون. من خودم گفتم آقا اگر من کاری کردم، خلافی کردم که به جامعه هم دست بزنم یا قانون شکنی کردم و شما مدرک پیدا کردید، این حق شما که بیان تو تلویزیون بگیرید. بله آقا باید گفت، حتی اگر من در سال 1996، حالا ببین اینو میگم که چه اتفاقی افتاد توی جامعه ما. در سال 1996، آره، آقای داریوش با خانم رامش کنسرت گذاشتن توی شراتون، چه جایی که اسکار میگن الان کجا بود، شراتون آدیتوریوم همچی جایی بود، آره اونجا که اول جایزه اسکار میدادن، حالا جاش عوض شده. دقیقا دیگه حالا بلیت فروختند و خیلی سرسره و تبلیغات اینا، و
و خانم رامش در صورت خواننده‌ای بود که در ایران نمیگم از گوگوش جلوتر بود، ولی همپایه گوگوش داشت میومد، یه صدای متواضعی داشت برای خودش. حالا هم در لس آنجلس زندگی میکنید اطراف. خب برای اولین بار خانم گوگوش میخواست که برای طرفدارانش، برای اونی که باهاش خاطر دارن، کنسرت بزن. آقای داریوش اومد چیکار کرد؟ درست ساعت 4 یا 5 بعد ظهر، اون موقع رادیو آقای مروتی در این شهر بود به نام رادیو صدای ایران، آمد اعلان کرد که من امشب در این کنسرت شرکت نمی کنم. بعد اومدن، حالا چه اتفاقات افتاد، من اونجا ویدیو هم گرفتم بیرون، مردم اعتراض، آقا مردم به مردم چه مربوطه که شما در پشت صحنه اختلاف داشتید، شما باید برنامه‌ت اجرا کنید، بعدش او اختلافات با خود با اون طرف کنسرت‌گذار برطرف کنید. آمدن سرسرا را افتاد و فلان کردن، آمدن چیز گذاشتن، یک به حساب جلسه مطبوعاتی گذاشتن. آقای داریوش که من اونم تو آرشیو دارم و سعی میکنم هفته دیگه اون قسمت ها رو بهتون نشون بدم، آمدن مطبوعاتی گذاشتن و که چیزم علیرضا هم چی بود، مسعود جمالی. مسعود جمالی در این جاهایی که سوالاتی میشد هیچ وقت شرکت نمیکرد، چون اون بولدوزر علیرضا امیرقاسمی بود. اون مرد پول میگیره، مرد مثلا اون شبی که این کنسرت به هم خورد، علیرضا که نمیاد جواب مردم بده، مسعود جمالی اون جلو بود جواب مردم رو میداد. ولی در مسئله مطبوعاتی آقای علیرضا امیرقاسمی با یک شخصی فکر کنم وکیلی بود آمر، همه حضور داشتن اونجا، تصمیم گرفتن که دیگه با اینا کار نکنن فلان کنن. بعدش آمدن چیکار کردن؟ تمام یک جلسه گذاشتن، تمام هنرمندا از در هر رشته، از ترانه‌سرا، موزیسین، چون از آهنگساز، شاعر، همه گونه که دستن در کار شو بزنس به یک طوری بودن و توی هنر، اینا جلسه گذاشتن که آقا یک سندیکا برای خودشون درست کنن. در بارش هم فکر کنم هفته پیش صحبت کرد. اینم ببینید اساسنامه هاشه، هر دوشو داره، خیلی حالا جریان داره. تصمیم گرفتن که آقا باید یک سندیکا داشت، نمیشه این کنسرت‌گذارا به ما اشراف کنن، حقمون رو باید بگیریم، ما باید پشتیبانی هم باشیم. وکیل هم آورده بودن و خلاصه اون شب یک عده به عنوان هیئت حساب اجرایی، هیئت اون سندیکا انتخاب شدن. شورای آداشو، هوشنگ توزیع، استاد محمد، تورج نگهبان، دیگه یک چند نفر دیگه الان من نظرم نیست. شما باور میکنید جلسه دوم، جلسه دوم انشاء پیدا کرد. یک عده رفتن جای دیگه گذاشتن، یک عده دیگه مادن تو کابره تهران گذاشتن. به جلسه چهارم پنجم همه چی به هم خورد. حالا اگر ببینید، اگر ما الان تو جامعه خودمون، تو خود جامعه خود شو بیزنسمون میگم، حالا جای دیگه کار نمیکنم، دکتر اگه خلاف کنه در سر مقرراتی هست برش از طرف دولت آمریکا تنبیه، ولی برای هنر و برای شو بیزنس متاسفانه نیست. هفته گذشته یک آهنگسازی به نام آقای محمد حیدری فوت کرد. آقای محمد حیدری اونجایی که من مصاحبهشو گوش کردم، در یکی از مصاحبه‌هایی که با آقای پازوکی و خانم همیرا و خانم میرافشار شرکت کرده بود، گفت من 120 تا حالا آهنگ ساختم. کسی هم که مصاحبه باید میکرد آقای فریدون توفیقی. وقتی من به حرفاش گوش کردم، دیدم آقای فریدون توفیقی نمیگم نه آهنگساز، نه شاعر، ترانه سراز، نه موزیسین، هیچی نیست، ولی اطلاعات داره به اندازه کافی که در مقابل اینا بتونه سوال بکنه. میدونی که آقای فریدون توفیقی سرپرست رادیو دریا بود در ایران، اگر به خاطر داشته باشید. یاد میاد رادیو دریا بود ایام تابستون که مردم میرفتن کنار دریا. ایشون گفت آقا من 120 ترانه تاله ساختم. 120 ترانه آهنگ ساختم، مثل که چند تا ترانش هم گفته. ولی این آقا وقتی که فوت میکنه، اینقدر دستش تهی بوده، او کسایی که این آهنگا رو اجرا میکنن، او خواننده ها که وضعشون خوبه، از اون آهنگ
خیلی پولم در میرن، ولی هیچ وقت نیومدن آقا یک برنامه، یک چیزی برای خودشون بذارن که بگن آقا از این آهنگی که ما اینقدر داریم اجرا میکنیم، هر پولی که در میاریم، هر کنسرتی که آهنگ میخوریم، اگر مثلا 100 دلار در میاریم، 2 دلارش هم بده به این آقای حیدری یا به آقای پازگی و کسی دیگه. و آقای محمد حیدری فوت میکنه، آقای امید 5000 دلار میده، آقای ستار 3000 دلار میده، معین مثل یه مقدار یادم میاد چقدر میده، اینا میدن و این جنازه رو زمین نمونه، دفنش میکنه. حالا روز ختمش یه مسجدی به نام ایمان که من هیئت مدیرش رو میشناسم، که صدر اینی رئیس کل هیئت مدیره که چندین سال این ریاست داره، به نام آقای دکتر نمازی خواب، شاید شما اسمش شنیدید، دندان پزشک. این آقای مسعود لجن که حیف اون ترانه‌ای که اون واژه‌ای که از دهن این میاد بیرون، وقتی میگم لجن باور کنین لجن جامعه ماست، یکی اون محمود مشنگ شوهر قدیم گوگوش، اینا کرمای جامعه ما هستن، شما نمیدونی اینا چی لطمه‌ای زدن، چی زنها رو اینا مالش رو خورده سرش رو کلا گذاشتن. میاد اونجا آقای نمازی‌خواب بهش میگه که آقای مسعود لجن، شما فقط میری پشت میکروفون ترانه میخونی، درباره ترانه سو میگین، درباره آقای محمد حیدری، در صورتی که آقای محمد حیدری رو ایشون 6-7 سال بوده ندیده، یعنی محمد حیدری نمیخواسته واسن رو برو بشه. این گفته نه، من میخوام برم درباره دین صحبت کنم، درباره مذهب صحبت کنم، بعد بیرا به مذهب بگم. میگه آقا مدیر اینجا، مسئول اینجا من هستم، خواهش میکنم برو بیرونش میکنه. میاد توی پارکینگ شروع میکنه، ببینی یک ترانه سرا، کسی که شعر میگه، کسی که اصلا تو کار هنره احساساتش با دیگران فرق میکنه، نمیگم از اونا بهتره، ولی احساسات دیگه ای داره. ترانه سرا یه آدم با احساسیه، هیچ وقت دوست نداره تلنگی به جامعه بزنه، کسی رو آزارش بده. شروع میکنه اول به خیلی جالبه پاسپورت چه توی مملکت، اول فوش شروع میکنه، فوش به اوباما و زن اوباما میده، فوشای رکیک جلو همه. و بعد چیکار میکنه؟ شروع میکنه فوش به آقای دکتر نمازی خواه، فوش زن و بچه، که آقای نمازی خواه میره پشت میکروفون میگه بله ایشون فوش زن و بچه به من داد. بعد بدون دلیل یک آقای هست اونجا اسمش محمده، خیلی هم هیکل داره ماشاءالله، یعنی میتونست این واقعا میتونست مسعود لجن رو به هم بمانه، ولی یک مریضی سخت شده، همون روز آنتی بیوتیک خورده بوده، قرص خورده بوده، اصلا حال نداشته، ناگهان به این حمله میکنه، میزنه دماغ ای رو خونی میکنه. البته در آخر دیگه میگه دیدم این آقا خیلی داره چیز میکنه، هی من کجا بلندش میکنه میزه زمین. پلیس میاد، پلیس میگه چی اتفاق چی، میگه که آقا خودتون دیگه دارین میبینید که من چرا بهتون میگم چی اتفاق افتاده. ولی همیشه بدبختی ما اینه که همیشه میگیم بیش سفید، آقا ریش سفید خوبه، احترام بهش میذاریم، ولی دیگه نباید در هر جای دخالت بکنه. یک آقای به نام ساربانا که وضع مالیش هم که خیلی خوبه، من فقط اسمش شنیدم، شاید هم ببینم بشناسمش، نمیدونم. اون میاد پلوی محمد، خواهش و تمنا و جون ما ولش کن ببخش فلان، هیچ این رو در یک چیز میذارنش، در یک حیایی که ما همه ایرانی ها حیا داریم میذارنش و ایشون رضایت میده. حالا این به یک کار من ندارم، تمامی خواننده ها، اونی که در کار موزیک نیست، همه شخصیت یه آدم رو میشناسن، میدونن معتاده، خیلی بد، میدونن هیچ ناهنجاری های تو جامعه ما اتفاق کرده. اسمش رو من دیدم، عکسش رو تو اداره پلیس هست دیدم که میگم، یعنی ازش چندین فر آقای بیبیان که خدا بیامرز شادروان که مرد بزرگمی چند فردی قبلا شکایت کردن بردنش به دادگاه فلان، یعنی سابقه درستی تو جامعه نداره. خب حالا که ما در صورت